منم خودمون نمیتونستم که من جلیقه هم نداشتم، منم نمیتونستم، باید دست خودمون نگه داشته بودم، باید دستم بچه رو گرفتم، بچه رو تکون دادم که ببینم زنده زنده نیست. ولی خب شل بود، من این دیگه داد زدم. از اون موقع دیگه من فقط تونستم گریه کنم. اینقدر زجر کشیدیم تو راه که آدم کور میشه موقع بخواد سوار نشه، میگه من سوار شم فقط از این بدبختی رهایی بشیم. بازخوانی یک پایان مصیبت بار بر خانواده پناهجو ایرانی در لحظات آخر زندگی چه گذشت؟ در 60 دقیقه امشب میپرسیم عامل اصلی جلای وطن پناهجویان ایرانی کدام است؟ فشارهای اقتصادی، شرایط اجتماعی یا اوضاع سیاسی؟ در ادامه این 60 دقیقه اصرارها و انکارها بر سر تعطیلی تهران در سایه رکوردزنی آمار مبتلایان. بعد از ماها دست و پنجه نرم کردن با کرونا، دولت برنامه روشن دارد؟ تازه ترین توییت های ترامپ در واکنش به نتیجه انتخابات آمریکا، از ادعای پیروزی بایدن با تقلب تا تأکید بر عدم پذیرش نتیجه فعلی. و امضای بزرگترین پیمان تجارت آزاد جهان میان 15 کشور آسیا و اقیانوسیه. سفارایی اقتصادهای بزرگ چه شکلی خواهد شد؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. کمتر از 3 هفته پیش سرنوشتی غم‌انگیز از یک خانواده ایرانی در سرخط خبرهای بریتانیا، فرانسه و ایران قرار گرفت. کانال مانش یک بار دیگر قربانیانی را بلعید که برای رسیدن به ساحل آرامش در قایق‌های پرخطر نشستند. واژگون شدن قایق حامل پناهجویان پایان تلخ زندگی یک زوج ایرانی با 3 فرزند خردسالشان بود. بی بی سی فارسی به جزئیاتی از زندگی این خانواده دست یافته که نشان می‌دهد چطور به امید زندگی بهتر شهر و دیار خود را ترک کردند. آب‌های بین فرانسه و بریتانیا خصوصا کانال مانش را یکی از گورستان‌های پناهجویان می‌دانند. گورستان مردمی مستأصل از ناگزیری‌های یک زندگی پررنج که به امید آینده‌ای بهتر قمار می‌کنند و به کام موج‌های سهمگین می‌زنند. برای پناهجویان راه باریک و بسی پرخطر و تاریک است. ولی چه شرایطی آنها را ترغیب یا وادار به خطر کردن می‌کند؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از ژیار گل. آنیتا 9 ساله اینجا برای بازی در فیلمی به نام درخت گردو آزمایش می شود. می تواند همزمان بخندد و گریه کند. پدرش پشت صحنه او را تشویق می کند. این ویدیو عزم پدری را نشان می دهد که می خواهد دخترش به دنبال آرزوهایش برود. اما 1 سال پس از ضبط این ویدیو آرزوهای آنان در آبهای بین فرانسه و بریتانیا ناکام میماند. خانواده آنیتا غرق میشوند و برادر 15 ماهه او در دریا ناپدید میشود. نمیتونم میشینم به حال پسرم. ابراهیم محمدپور بازیگر و مستندساز مسافر آن قایق غرق شده بود. منم خودمون نمیتونستم که من جلیقه هم نداشتم، منم نمیتونستم، باید دست خودمون نگه داشته بودم، باید دستم بچه رو گرفتم، بچه رو تکون دادم که ببینم زنده نیست. ولی خب شل بود، من این دیگه داد زدم. از اون موقع دیگه من فقط تونستم گریه کنم. وگرنه خانواده آنیتا اهل سردشت هستند، شهری کردنشین در نوار مرزی ایران که با فقر اقتصادی و فشارهای سیاسی روبروست. مرداد ماه امسال پدر و مادر آنیتا، رسول ایرانژاد و شیوا رسول پناهی، هر دو 35 ساله، تصمیم می‌گیرند به همراه فرزندانشان خود را به بریتانیا برسانند. همه اموالشان را می‌فروشند و از دوستان و خانواده قرض می‌کنند تا هزینه سفر را تهیه کنند. ابتدا به ترکیه می‌روند. در این ویدیو که در ترکیه ضبط شده است، رسول پدر آنیتا از ترک وطن شکایت می‌کند. قاچاقچیان انسان با دریافت 24 هزار یورو خانواده آنیتا را از ترکیه با کشتی به ایتالیا می‌برند. سپس با کامیون به اردوگاه پناهجویان دانکرک در سواحل شمال فرانسه.
این خانواده کرد تقریبا حدود دو هفته پیش اومدن در مرکز ما و تقریبا حدود یک هفته با ما بودن. بعد از اون رفتن، گفتن که ما میخواییم بریم قاچاقچی پیدا کنیم، به سمت انگلستان بریم. پیامک های شیوا، مادر آنیتا، که به دست بی بی سی رسیده، نشان میدهد پولشان رو به اتمام بوده. یک صبح بارانی و بادی در 27 اکتبر، قاچاقچیان خانواده آنیتا و 18 نفر دیگر را سوار قایق کوچک 8 نفره می کنند. همه سرنشینان قایق ایرانی بودند و بجز یک نفر همگی اهل سردشت. ابراهیم پسر 17 سالش و برادرش هم بر این قایق سوار می شوند. آن روز وضعیت هوا بد بوده و امواجی با ارتفاع 1.5 متر. ما جلیقه نداریم، سوار شدیم. اینقدر آدم کور میشه. اینقدر زجر کشیدیم تو راه که آدم کور میشه موقع بخواد سوار نشه. میگه من سوار شدم فقط از این بدبختی رهایی بشیم. پس از حدود نیم ساعت حرکت به سوی سواحل بریتانیا، آب داخل قایق میرود. تنها 3 نفر جلیقه نجات داشتند. خانواده آنیتا جزء آنها نبودند. شیوا و بچه ها در کابین قایق که به نظر گرمتر و امن‌تر بوده رفته بودند. اما وقتی قایق واژگون می شود، آنون در کابین گیر می کنند. کاگرسون اومد بالا، رو به من کرد، گفت پیش رو بچه هام. حتی من خودم بچه ها سعی کردیم با ماشون شیشه رو بشکنیم، محفظه شیشه ای، ولی نمی شد. شیشه خیلی محکم بود. پس از حدود 40 دقیقه گارد ساحلی فرانسه به کمک پناهجویان ایرانی می روند. 15 نفر را نجات می دهند و 4 جنازه را از آب بیرون می کشند. آنها آنیتا، آرمین 6 ساله و رسول و شیوا بودند. اما هنوز از آرتین 15 ماه خبری نیست. یاسین ابراهیمی هم یکی از مسافران قایق غرق شده بود. او آن لحظات وحشتناک را بیاد دارد. همه احساس ناخوشایندی داشتم. خودم هم اینقدر میترسیدم. من فقط میخوام بیام انگلیس، اونجا زندگی آروم داشته باشم و اگه مجبور باشم دوباره میام و از این دریا عبور میکنم. فساد مالی، گرانی و تورم در ایران بر زندگی بسیاری از مردم این کشور تأثیر گذاشته. در چند سال گذشته ایران شاهد اعتراضات گسترده‌ای بوده که این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی سرکوب شدند. هرچه بر فشار اقتصادی و سیاسی در ایران افزوده میشه، بر تعداد ایرانیانی که وطنشون رو ترک میکنن و در کشورهای غربی تقاضای پناهندگی میکنن افزوده میشه. در بریتانیا تنها در سال 2019 5500 ایرانی تقاضای پناهندگی کردند. صدها پناهجوی ایرانی که در کمپهای کاله و دانکرک فرانسه به سر میبرند، منتظر فرصتی هستند تا خود را به بریتانیا برسانند. خواهش هم از اونایی که میخوان این مسیر رو برن، علل خصوص خانواده ها با فرزندان کوچک، خواهش میکنم این مسیر رو نرید. این مسیر پر از خطره. جنازه های خانواده آنیتا به ایران بازگردانده شدند. آنها دیروز در کنار هم در زادگاهشان سردشت دفن شدند. داستان خانواده آنیتا داستان هزاران ایرانی است که برای آینده‌ای بهتر و امن‌تر برای فرزندانشان وطنشان را ترک می‌کنند و از راه قاچاق راهی اروپا می‌شوند. ژیورگول، بی بی سی. جلال جلالی زاده نماینده سنندج در مجلس ششم و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت از تهران با مسای جلالی زاده. پدیده مهاجرت البته که دلایل زیادی میتونه داشته باشه، ولی میزان افرادی که از زندگی در ایران فرار میکنن، خصوصا در سالهای اخیر، با پناهجوهای لیبی و افغانستان و سوریه قابل مقایسه است. چرا اینطوره؟ والا من خدمت رو عرض کنم. اولا تسلیت عرض میکنم خدمت خانواده ایران نژاد و همچنین مردم شریف سردشت. پدیده مهاجرت یک پدیده بسیار ناگواری است که شامل عدم امنیت در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی میشن. کسانی که به هر صورت مجبور به مهاجرت میشن
دارای انگیزه های مختلفی هستند. حالا کسانی که بیکارن، کسانی که دنبال تحصیلن، کسانی که دنبال سرمایه هستن، کسانی که از نظر سیاسی مشکل دارن، یعنی در ابعاد و زوایای مختلف میشه این پدیده مهاجرت رو بررسی کرد. کاملا درسته، ولی بیشتر ما نگاهمون به افرادی است که مشابه خانواده ایران نژاد هستند. موارد تحصیل، سرمایه گذاری، رفت آمدهای قانونی، مهاجرت کاری بسیار بسیار درصد اندکی رو تشکیل میده. ببینید، خب کسانی که مهاجرت میکنن، هر کس با انگیزه ای و با هدفی مهاجرت میکنه و کسی که جونش رو به خطر میاندازه، کسی که واقعا دل به دریا میزنه که به هر صورت به نقطه برسه که در آنجا احساس امنیت بکنه و زندگی پر از آسایش و امنیتی رو برای خودش و خانوادهش تأمین بکند، قطعا در کشور خودش یا در شهر خودش و در زادگاه خودش این اهداف و آرمان‌هایی رو که مد نظر داره به این اهداف و آرمان‌ها نمیرسه. حالا در کردستان واقعا شما اگر بیایید زندگی مردم رو مورد بررسی قرار بدید، کردها در بعد از انقلاب، مخصوصا در 8 سال جنگ تحمیلی، بهترین هزینه ها را و بیشترین هزینه ها را دادن. بعد اما دیدن که همین خود مردم سردشت بمباران شیمیایی شدن، اما متاسفانه آنگونه که لازم بود به این مردم نرسیدن. بعد نگاه ها متاسفانه نگاه های متفاوتی است. این نگاه ها وقتی که متفاوت باشه نتیجه های متفاوتی رو به اصطلاح به دست میده. بعد وقتی که متاسفانه اون اعتمادی که به سایر مردم ایران هست به کردها نیست. ولی آقای جلیل‌زاده، وقتی ما به پناهجوهای ایرانی نگاه میکنیم، اونها تقریبا از سراسر ایران میان. البته که شمار زیادی از اونها از مناطقی است که شما بهشون اشاره کردید، ولی از پایتخت میان، از استانهای شرقی میان، از جنوب میان. ببینید، به نظر من هیچ جا در ایران مثل مناطق کردنشین مهاجر فرست نیست. همین چند سال قبل استاندار کردستان اعلام کردند که 100,000 نفر از استان کردستان هجرت کردند. یعنی 100,000 نفر برای یک استان مثل استان کردستان خیلی زیاده. حالا شما نگاه کنید، حتی در روستاهای مناطق کردنشین بعضی از روستاها 50 نفر 100 نفرشون هجرت کردند. یعنی اون روستایی که حتی از نظر سواد و تحصیل در سطح بالای نیست، برای اینکه یک زندگی واقعا مرغوبی رو، یک زندگی دلبخواهی رو در خارج برای خودش فراهم بکنه، هجرت میکنه. اما این هجرت هم خدمتتون عرض کردم که علل مختلفی رو داره، یعنی عوامل مختلفی موجب میشن که شخصی وطنش و خانوادش و زادگاهش رو به راحتی جا بگذاره و ترک بکنه. و این زنگ خطری است برای ایران، برای کشور ما، که هم سرمایه های انسانی ما مهاجرت میکنن و هم سرمایه هایی که از نظر مادی به هر صورت دارای سرمایه های زیادی هستند، که سرمایه های فکری و سرمایه های مادی هجرتشون مطمئنن به نفع کشور نیست. آقای جلالی، این زنگ خطری که شما بهش اشاره میکنید مدت هاست که به صدا در اومده. هر از گاهی موجی از مهاجرت راه میفته، عده زیادی از مردم از ایران خارج میشن. کسی از مسئولان، کسی از دولت مردان در حاکمیت این رو شنیده اصلا؟ ببینید، خوب اگر می شنیدن قطعاً پاسخم می دادن. متاسفانه ما شاهد یک نوع بیتفاوتی هستیم. یعنی خیلی از افرادی هم بودن که مسئولین می خواهند که این افراد هجرت بکنن. یعنی وقتی که افراد باسواد تحصیل کرده، افراد سیاستمدار، افراد شجاع، افرادی که به هر صورت حرفی برای گفتن دارن و به قول دکتر شریعتی خرمگسن برای مسئولین و بودنشون مضر است، مسئولین از خداشونه که این افراد در کشور نباشن. البته که همه مسئولین نه، بعضی از مسئولین واقعا دوست ندارن که افراد تحصیل کرده با سواد، مخصوصا در مناطق کردنشین. وقتی که در مناطق کردنشین به کردها اعتماد نمیشه، وقتی که ما هنوز یک استاندار کرد سنی رو نداریم، وقتی که در استان آذربایجان غربی
50% این استان کردن. ما یک مدیر کل کرد در مرکز استان نداریم. ما وقتی که در شهر کرمانشاه که یک استان کردنشین است، یک مدیر دبستان اهل سنت نداریم، خب بالاخره طرف مجبور میشه. یعنی وقتی که این تبعیض ها رو مردم ببینن، مردم یا بی تفاوت میشن یا رادیکال میشن یا مجبور به مهاجرت میشن. یعنی هیچ راه دیگری برای مردم وقتی که تبعیض رو ببینن به نظر من غیر از این نیست. یعنی اون شخصی که مهاجرت میکنه امید به زندگی رو از دست داده، یعنی احساس اعتماد نمیکنه. آقای جلالی‌زاده، آنچه که در سالهای اخیر اتفاق افتاده، فشارهای اقتصادی که بوده، اینها چقدر از نظر شما، خصوصا با منطقه که شما آشنا هستید، تشدید کرده این پدیده رو؟ ببینید، قطعا تشدید میکنه. حالا وقتی که طرف احساس میکنه وضعیت زندگی ایشان در یک کشور اروپایی بهتر است، وقتی که هموطنان ایشان، همشهریانشون و فامیل های ایشان به کشورهای اروپایی مهاجرت میکنن و از آنجا فیلم میفرستن، عکس میفرستن، بعد زندگی خودشون رو برای دیگران توضیح میدن، تعریف میکنن، قدن دیگران هم تحریک میشن. و متاسفانه این مسئله کولبری، مسئله مهاجرت ها، مسئله همین توی شهر تهران رو نگاه کن، اکثر همین بازدارهای به اسلامی و تربار کارگران کردن. بعد شما وقتی که احساس میکنید در یک کشوری به شما بها داده نمیشه، همین کوشر بیرکار، یکی از این نخبگان کرد، خب اگر در ایران اگر شرایط برای ایشون فراهم میشد میتونست ادامه تحصیل بده، هیچ وقت حاضر به مهاجرت نمیشد. و قدن شما دیگر قیاس کن بقیه رو. من مطمئنم که بسیاری از این افرادی که مجبور به مهاجرت میشن از روی ناچاری است. یعنی کسانی که به هر صورت به نوعی احساس امنیت نمی کنن. حالا چه امنیت مادی، چه امنیت نمیدونم سیاسی، چه اجتماعی یا فرهنگی، به نوعی به هر صورت طرف احساس میکنه که هجرت کردن و رفتن براش به نفعه. و الا من فکر کنم که هیچ کس حاضر نیست وطن خودشو که بسیارم شیرین است به هر بهانه وطنشو ترک بکنه. بسیار ممنونم از جلال جلالی‌زاده، نماینده مجلس ششم و عضو شورای مرکزی اتحاد ملت از تهران با ما. از شما پرسیدیم که آیا به فکر مهاجرت افتادید و اگر به فکر مهاجرت افتادید دلایل شما چیه؟ همیشه به مهاجرت از ایران فکر میکنم و همیشه بزرگترین آرزوی زندگی من که از ایران برم، چون اینجا تفاوتی با جهنم نداره. بودن در ایران یعنی بودن در جهنم و میخوام از این جهنم فرار کنم. من از جمله کسانی هستم که به مهاجرت فکر کردم و حتی در موردش اقدام هم کردم. من فوق لیسانس از دانشگاه تهران دارم با معدل خیلی خوب و همچنین رتبه 19 کنکور بدون سهمیه بودم. دلیل رفتن و دلیل اقدامم برای مهاجرت این هستش که من هیچ کاری نتونستم پیدا بکنم. بله، من خودم شخصا به مهاجرت فکر میکنم، اما متاسفانه بنا به دلایلی که خودمون این شرایط رو درست کردیم، یکیش متأهل بودنه توی این شهر و دومیش به خاطر شغلی که داریم یکمی شرایط مهاجرت رو برامون سخت کرده، اما شدیداً به این فکر میکنیم که در آینده نچندان دور حتما مهاجرت کنیم. خب ببینید، دلایل مختلفی داره واسه افراد واسه مهاجرت، اما دلیل من تنها تورم توی مملکت. زمانی که آدما خوشبختیشون رو تو محلی که زندگی میکنن پیدا نمیکنن، سعی میکنن جاهای دورتر دنبالش بگردن. حالا جای دورتر ممکنه کشور همسایه باشه، ممکنه قاره همسایه باشه و ممکنه خیلی دورتر از این حرفا باشه. خب وقتی انسان ببینه اینجا آینده نداره، سعی میکنه حداقل بره جایی که اول اصلا آینده خودش رو بسازه و بعد به نسل بعدش فکر کنه که آیا وجود داشته باشه، که آیا وجود نداشته باشه. آره، به مهاجرت الان یک ساله که خیلی فکر ما رو درگیر خودش کرده و به هر صورتی هست میخوام همسرم و بچه‌م رو بفرستم به یک کشور انگلیسی زبان، حالا از هر رایی که بشه، چون میدونم اینجا آینده برای بچه من نیست. ما خودمون سوختیم، آیندهمون تباه شد و
ولی لاغن اون بتونه توی محیطی امن و مطمئن زندگی بکنه، آیندهش تضمین بشه. سلام، وقت بخیر. من خودم یه چند سالی هست درگیر کار مهاجرتم، یعنی میخواستم انجام بدم، ولی خب یه سری نوسانات ارزی فوق العاده شدید داشتیم که خورده برنامه ما عقب انداخت. دلیل مهاجرتم خب زیاده. یکی توی ایران واقعا جوونا، کسایی که همسن سال خودمن، مخصوصا دهه 70، واقعا لنگ نیازهای اولیه‌شونه، یعنی نیازهای اولیه خودشون نمیتونن تامین بکنن. شماری از مخاطبان بی بی سی فارسی بودند که نظرات خودشون رو بیان کردند. بهروز فراهانی، عضو انجمن همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران فرانسه، از پاریس با ما هستن. آقای فراهانی، شاه بیت حرفایی که زده شد بیشتر اقتصادی بود، مسئله معیشت بیشتر. چطور کشوری با ثروت سرشار تبدیل شده به جایی که یکی از همین بیننده ها و مخاطبان ما گفتند جهنمی است که میخواد ازش فرار کنه؟ با سلام به شما بینندگانتون. نه، این واقعیت، ایشون خیلی خوب جمع‌بندی کردن. ایران به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی واقعا تبدیل به یک جهنم شد. مملکت امام زمان جهنم رو واقعا تو ایران درست کرد. شما کافیه که به چند تا از شاخص‌ها نگاه بکنید تا متوجه بشید که خط مشترک این، همونطوری که از تمام صحبت‌های هموطنان عزیز ما برمی‌اومد، فشارهای معیشتی هست. یعنی اگر در یک مملکتی برای افرادی که کار سیاسی نمی‌کنن یا مشکلی از این نظر ندارن یا به هر دلیلی وارد فعالیت سیاسی نمیشن، اگر وضعیت معیشتیشون تامین باشه، امنیت داشته باشن، حاضر به ترک کشور نیستن. مهاجرت پدیده بسیار دشواری است. ما که در تبعید زندگی میکنیم خیلی میتونیم راحت این رو بگیم که یک پارگی هست. آدم رنگ و ریشه خودش رو در واقع میبره و میاد اینجا، و این کار ساده ای نیست، تصمیم ساده ای نیست. وقتی شما در یک همچین ابعادی میبینید که مردم ایران گرایش به مهاجرت دارن و چندین موج مهاجرتی ما داشتیم، بعد از هر اعتراض بزرگی که در ایران شده و به خاک و خون کشیده شده، موجی از مهاجرت بوده، چه آدم‌های سیاسی فعال، چه کسانی که آینده رو در این نمی‌دونن. جمهوری اسلامی بخش‌های بزرگی از جوانان این کشور رو بی آینده کرده. از این واژه به نظر من نباید ترسید برای استفاده کردنش. جوان گویایی هست. شما نگاه بکنید، ما الان در سالگرد خیزش آبان ماه هستیم. این جنبشی رو که در یک اعتراض به افزایش قیمت بنزین بود، ولی در واقع فشرده ای از خواسته های سرکوب شده رو با خودش حمل میکرد، رو با چه خشونتی اینها سرکوب کردن. ترکیب اینها رو که نگاه میکنید، کیا بودن که چون این جنبش ها شرکت کردن، کیان که الان دارن اعتراض میکنن، این کارگرایی که تو هفته پی اعتراض میکنن، کسایی که تو جنبش های مطالباتی هستن، اینا کیان؟ اینا کارگرا هستن، جوانان بیکار هستن، اقشار متوسط شهری هستن که ورشکست شدن. الان من یک گزارش خیلی جامعی رو می‌دیدم در مورد حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ مثل تهران. ترکیب جمعیت این حاشیه‌نشین‌ها عوض شده. اقشاری در اونجا زندگی می‌کنن که قبلا اصلا زندگی نمی‌کردن. بخشی از معلمان کم درآمد، کارمندای کم درآمد، کارمندایی که کارشون از دست دادن، کسبه‌ای که ورشکست شدن، الان در این حاشیه‌ها زندگی می‌کنن. یک وضعیت وحشتناکه، در صورتی که یک چند تا آمار به راحتی نشون می‌ده که این جهنمی که ما می‌گیم چقدر واقعیت داره. سازمان ملل یک ضریبی داره به اسم ضریب جینی که اندازه‌گیری نابرابری‌های اجتماعی و طبقاتی رو نشون میده، و این ضریب جینی در همین چند سال اخیر آقای روحانی به شدت زور افزایش داشته. در طول جمهوری اسلامی با یه سری افتخیز دائما این رو به افزایش بوده، و این نشون میده که چقدر بین دهک‌های جمعیت اختلاف هست. آقای فرهانی، بله، شما به مسئله معیشت اشاره کردید. کسانی که باشون صحبت کرده بودیم هم همین موضوع رو روش انگشت گذاشتن. ولی بسیاری از خانواده هایی که راه اروپا رو در پیش میگیرند، هزاران یورو یا هزاران دلار خرج میکنن. چطور هست که حتی پولهایی که پولهای کمی هم نیست، برای اونها آینده رو تضمین نمیکنه، به اونها امید نمیده که بتونن در زندگی در شهر و دیار خودشون بمونند؟ خب برای اینکه جمهوری اسلامی تمام منافذ رو بسته، به لحاظ آزادی‌های مدنی، آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های اجتماعی، آزادی پوشش،
آزادی رقصیدن، آزادی آواز خوندن همه رو سلب کرده. شما به این اضافه بکنید فشار معیشتی رو، اینها دار و ندار خودشون رو میفروشن، خودشون رو مغروز میکنن به امید اینکه بیان در کشورهای اروپایی، در کشورهای دیگه و این درآمد رو داشته باشن و بتونن این قرضها رو پس بدن. اینجوری نیست که ثروتمندان که مهاجرت میکنن، اکثریت کسانی که دارن مهاجرت میکنن جزء اقشار تحتانی جامعه ما هستند، اقشار میانی ورشکست شده هستند. شما نگاه بکنید در ایران الان در شرایط عادی بدون تحریم، همون چرخش عادی اقتصاد ایران، طبق آمار خود دولت سالی 1,200,000 نفر وارد بازار کار میشن که بخش مهمیشون صاحب تحصیلاتن، از دیپلم به بالا هستن. طبق آمار خود همین دولت نصف اینها فقط میتونه در شرایط عادی جذب بازار بشه. یعنی سالی ما 600,000 نفر رو بیکاران خودمون اضافه میکنیم. این جوانان بی آینده رو اینا نمیتونن آینده خودشون توی ایران ببینن. شما نگاه بکنید این آماری که خود دولت میده، میگن که خط فقر، اون چیزی که شاخص این خط فقر هست، با محاسباتی که خود اونها میکنن، من اصلا وارد اون نمیشم به چقدر توش دغل بازی هست، نسبت هایی که خودشون گفتن، میگن که در 2 سال اخیر خط فقر 80% افزایش داشته، با اون وقت اضافه حقوقی که برای کارمندان و کارگران در نظر گرفتن 26% بوده. شما آمار رسمی رو که پر از دروغ توش هست ولی ما قبول میکنیم ازشون، با هم مقایسه بکنی 80% افزایش خط فقر، 26% افزایش، مردم واقعا به لحاظ معیشتی دیگه جهنم دارن زندگی میکنن. و این تصادفی نیست که ضریب جینی سازمان ملل در ایران یک همچین وضعیت اسفناکی رو داره. وقت شما ترکیب اینها رو بفهم. خیلی کوتاه آقای فرهانی، دولت یا حالا حاکمیت بسیار مردم رو به تحمل و به بردباری فرا میخونه، میگه که خب حالا شرایط سخت اقتصادی است میگذره، ولی شیوه زندگی خود اونها، پرونده هایی که این طرف و اون طرف معلوم میشه، مطرح میشه، آیا نشان دهنده چنین عمل کردی از طرف خودشون هست؟ مسلمه که نیست و همین هم از قیارت انفجاری ایجاد میکنه. شما وقتی اختلاس های نجومی رو نگاه میکنید که یک مورد این اختلاس مثلا میتونسته آقای اسد بیگی توی شرکت هفت‌تپه، اختلاسی که ایشون کردن حقوق 7-8 ماه کارگرای شرکت نفت رو میتونسته بزن، شرکت هفت‌تپه رو میتونسته بده، فقط یک قلم. طبیعیه 1% های ایران که عمدتا این آقازاده ها هستند، فرزندان روحانیت و دولت مداران هستند، در یک بهشت مالی دارن زندگی میکنن. و ما اکثریت عظیم مردم ایران، نصف مردم ایران طبق آمار رسمی خود جمهوری اسلامی زیر خط فقرن. طبیعیه که این بالا پایینی ها به اون بالایا وقتی نگاه میکنن چه وضعیتی بهشون دست میده، و طبیعی هست که ما شاهد دی ماه 96 و آبان 98 بشیم. این چیزی که عجیبه اینه که چرا خیزش های نوع دی ماه و نوع آبان ماه بیشتر از این اتفاق نمیفته که این درجه وحشیگری این رژیم و سرکوب خشنش هست که توش دخالت میکنه. اگر بخوایم درجه بندی بکنیم، واقعا باید بگیم که اگر یک درجه تحمل و بردباری باشه در مردم دنیا، مردم ایران، مردم زحمتکش و دلسوز ایران جزو بردبارترین مردم هستن که یک همین جهنمی رو دارن تحمل میکنن. واقعا اوضاع در ایران فاجعه باره و مسئولیت مستقیمش مال دولت، مال حاکمیت ایران هست در کلیتش، همه جناحاش با هم دیگه. ممنونم از بهروز فراهانی، عضو انجمن همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران فرانسه در پاریس با ما. در ایران طرح ویژه مقابله با کرونا قرار است از اول هفته آینده شروع شود. تردد بین شهرها هم از اول آذر ممنوع می شود. حسن روحانی با انتشار بیانیه ای از همه دستگاه های دولتی و پلیس و بسیج خواسته به اجرای این طرح کمک کنند. بسیاری از مردم و مسئولان از تأخیر در برقراری این محدودیت ها انتقاد کردند. بعضی هم از جمله رئیس شورای شهر تهران خواستار تعطیلی موقت پایتخت هستند. طبق آمار رسمی در شبانه روز گذشته دست کم 459 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جانشان را از دست دادند و بیش از 12,500 نفر مبتلای جدید هم شناسایی شدند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. چرا تهران تعطیل نمی‌شود؟ این سوالی است که این روزها نه تنها مردم می‌پرسند، بلکه سوال بعضی از مقام‌ها هم هست. یکی از آنها محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران. او گفته روش‌های نیمبند ایجاد محدودیت برعکس جواب داده و کاهش ساعات فعالیت اصناف و سیستم حمل و نقل عمومی باعث ازدحام بیشتر شده. آقای هاشمی از موافقان تعطیلی 2 هفته تهران است. این هم واکنش حجت نظری، رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی شورای شهر تهران. نمایندگان شورای شهر با تعطیلی تهران موافقند. استاندار تهران هم در مصاحبه‌ای گفته با این تعطیلی موافق است.
آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم گفته آقای روحانی موافق این تعطیلی است. این سوال پیش می آید که پس واقعا ناراضی کیست و چرا شهر تهران تعطیل نمی شود؟ چه تعداد از شهروندان تهرانی باید هر روز جلوی چشم ما پرپر شوند تا به این نتیجه برسید که باید شهر تعطیل شود؟ این هم پاسخ سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره اجرا شدن تعطیلی دو هفتهی تهران. واقعا بعضی موقع تعطیل کردن یک جا یه جایی بخواد اعلام بکنید تعطیله، به یه مغازه‌دار نمیشه بگید فردا تعطیل کن. حتما قبلش نیاز یه سری هشدارا داد، یه سری بعضی موقع موادی هست فاسد شدنی، اینا باید بردارن. همزمان حسن روحانی در بیانیه‌ای از وجود موج سوم کرونا در ایران خبر داده و گفته از هفته آینده در شهرهای مختلف محدودیت‌های شدید اعمال خواهد شد. آقای روحانی خواستار بسیج همگانی شده و از دستگاه‌های دولتی، قرارگاه عملیاتی کرونا، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، بسیج و رسانه‌ها خواسته مصوبات ستاد مقابله با کرونا را اجرا کنند. او از مردم هم خواسته به این مصوبات عمل کنند. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 459 نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند و بیش از 12500 مورد جدید ابتلا هم شناسایی شده که بی سابقه است. البته خیلی از مقام‌های مسئول هم آمار رسمی را بسیار کمتر از آمار واقعی می‌دانند. سخنگوی وزارت بهداشت گفته 27 استان کشور در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند و 4 استان باقی مانده هم نارنجی و زرد هستند. در این میان وضعیت بیمارستان ها هر روز بدتر می شود. اینجا بیمارستان امیرالمومنین اهواز است. بیمارستانی که این روزها بسیار شلوغ است. بیشتر بخش های ICU بیمارستان ها تخت خالی ندارند. اگر هم داشته باشند هزینه های درمان نجومی است. همین عوامل باعث شده علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از آمادگی وزارت بهداشت برای اجاره هتل های درجه 1، 2 و 3 به عنوان نقاهتگاه بیماران مبتلا به کرونا خبر دهد. روزنامه همشهری در گزارشی به هزینه سرسام‌آور درمان کرونا در بیمارستان های خصوصی پرداخته. خیلی از بیماران به دلیل پیدا نشدن تخت خالی در بیمارستان‌های دولتی به بیمارستان‌های خصوصی می‌روند. هر آزمایش کرونا هم در آزمایشگاه‌های خصوصی از 500,000 تومان شروع می‌شود و به 800,000 تومان هم می‌رسد. در یک کلام کرونا هم حالا به یکی از عوامل فقیرتر شدن جامعه تبدیل شده. این فیلمی بود که همین جمعه منتشر شد. از تجمع زیادی در یکی از پاساژهای شهرک غرب تهران برای خرید از مغازه‌ای که کفشایش را حراج کرد و آنها را 39,000 تومان می‌فروخت. حالا اداره اماکن پلیسی مغازه را پلم و مغازه‌دار را 680,000 تومان جریمه کرده. پلیس هم از احضار این مغازه‌دار به دادسرا خبر داده. دولت می‌گوید توانایی مالی مواجهه با عوارض ناشی از تعطیلی مشاغل را ندارد. در سوی دیگر هم مردمی هستند که کسب و کارشان کساد شده و جانشان در خطر است. ما ترجیح میدیم با این کرونا باز بیایم، شاید یه رحمتی در رحمت یه لباسی چیزی خرید، وگرنه دیگه به ضرر ماه، به ضرر شغل آزاده است دیگه. چه اونایی که کرایه بیشتر میدن، بنده خدا 8 میلیون 7 میلیون اجاره میدن ضرر کردن، چه ماها که ما 500 600 یه تومن کرایه میدیم، به کل بازمون کرایه کم بود از جیب خودمون بدیم و منبع درآمدی نداریم. مثلا خود من این مدتی که کرونا تعطیل، به قول معروف کرونا بود، جنسام همه موندن، با فشار پول جنسامو دادم، وام گرفتم، قسط وامو الان میدم. چیکار کنیم بچه ها؟ من گرسنگی بمیرم. در حالی که کرونا همچنان قربانی میگیرد، وزیر بهداشت میگوید اجرای محدودیت های جدید از اول آذر اگرچه دیر اما مغتنم است. با این حال به نظر می‌رسد که برای مقابله با کرونا باید اقدام‌های مؤثرتری هم انجام داد. فرین عاصمی، بی بی سی. هرمز شریفیان روزنامه‌نگار از تهران با ماست. آقای شریفیان، در ابتدا گفته می‌شد که ایران در برخورد با کرونا بیشتر به شیوه آزمون و خطا عمل می‌کنه. الانی که مدتی گذشته و آقای روحانی هم یه بیانیه مفصل داده، برنامه مشخصی از طرف دولت دیده میشه؟ سلام عرض میکنم خدمتتون. نه، واقعا برنامه مشخصی دیده نمیشه. ما هر چی که در گفتار و رفتار دولت میبینیم تماما تناقض هستش. از اون طرف از ستاد کرونا خانومی که هستن خانم مهرت میان اعلام میکنن که فقط رئیس جمهور موافق تعطیلی هستش و استانداری مخالف. من نمیدونم در چه شرایطی امکان داره که بالاترین مقام اجرایی کشور
موافق تعطیلی باشه ولی مثلا استانداری که یکی از زیر مجموعه های دولت هست بیاد مخالفت کنه. اصلا برنامه مشخصی دیده نمیشه، از روز اول هم دیده نشده، یعنی از روز اول هم تمام کارشناس های کشورهای دیگه هم اومدن گفتن که باید کلان شهرها تعطیل بشن، باید وضعیت فوق العاده اعلام بشه. متاسفانه هیچ کدوم از این موارد اعلام نشده توسط دولت، هرچند که در این به برخی از مردم هم رعایت نمی کنن، اما مجری رعایت کردن یک سری از قواعد و قوانین قطعا دولت هست و دولته که باید بیاد و صفت بیسته و یه سری قواعد رو که به نفع مردم هست رعایت کنه. ولی که به نظر میرسه که تعطیل کردن از نظر مالی به صرف دولت نیست و برای همین تعطیل نمی کنن. حالا اعلام کردن امشب آقای روحانی، خب خدا رو شد بعد از مدت ها که دیگه صدای همه در اومده بود از کارشناسان و رؤسای بیمارستان که کلان شهر رو باید تعطیل بشود، امشب حالا معلوم بود که آفتاب از کدوم طرف در اومد که موافقت کردن با تعطیلی تهران که امیدواریم اتفاق بیفته. کم هشدار داده نشده؟ نمونهش همین حرفایی که آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران زده، گفتن که احتمال رسیدن به آمار 1000 کشته کرونایی در روز هم وجود داره، همین الان هم نزدیک 500 نفر در شب و روز جان میدن. فوریت ماجرا رو اگر حالا دولت یا رئیس جمهور درک نکرده باشه، آیا نهاد دیگری نیست؟ وقتی موضوع دیگری مطرح هست بلافاصله نهادهای متعدد وارد میشن و هر کدوم متولی ان. چرا در این زمینه اینطور نیست؟ به دلیل اینکه با هم دیگه هماهنگ هستن، یعنی در مورد کرونا میشه کاملا متوجه شد که دولت با تمام نهادهای کشور هماهنگ کاملا، یعنی واقعا در مورد کرونا ما میتونیم بگیم که یک دستی وجود داره، در هرچند در خیلی چیزایی دیگه وجود نداره اما در مورد کرونا یک دستی وجود داره و دلیلی که اونها هم شاید چیز نگم به خاطر اینکه به قول معروف حرفاشون یکی کردن. بودون شما در مقاله نوشتید که وقت زیادی باقی نمونده، دولت وقت زیادی نداره، کافی هست اصلا همین وقتی که داره هم به نظر شما اگر هم برفرض که عمل بکنند؟ اگر دولت کارآمدی باشه قطعا 10 ماه وقت کمی نیست، دست کم در مورد کرونا میتونن با یک برنامه‌ریزی دقیق مهارش کنن یا جلوشو بگیرن. 10 ماه زمان کمی نیست و میتونن این کارو بکنن. اینی که من توی اون مسئله گفتم که وقت نداره دولت آقای روحانی رو گفتم، چون دولت آقای روحانی 8 سال دیگه هم بهش وقت بدن گمان نمی‌کنم بازم و بازم وقت کم میاره. ولی اگر که اون کارآمدی و اون فعل خواستن اگر واقعا میخواستن صرف کنن، در همین 10 ماه هم میتونستن منشأ اثرات مفید بسیاری بشن. بسیار ممنونم از هرمز شریفیان، روزنامه‌نگار در تهران و با پوزش به دلیل اینکه کیفیت خط ارتباطی ما مناسب نبود. روزنامه همشهری در گزارش نوشته که سبک خرید مردم ایران تغییر کرده و خرید گوشت و مرغ تنها به 10 روز اول ماه محدود شده. در اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش قیمت کالاهای اساسی در 2 سال گذشته باعث شده که مصرف اونها در میان خانواده‌های ایرانی کاهش قابل توجهی داشته باشد. در اساس گزارش ها شیوه خرید مردم تغییر کرده و گروهی تنها 1 بار در ماه گوشت مصرف میکنند. کاوه مشکات گزارش میدهد. خیلی ها این روزها شاید تنها 1 بار در ماه سراغ این قفسه ها میروند و توان خرید بیش از 1 اش را هم ندارند. من الان شاید ماهی 1 کیلو گوشتم نتونم بخرم و همیشه در استرس هزینه هام هستم، به خاطر اینکه با همون پولی که 2-3 سال پیش راحت زندگی میکردم الان 50% هزینه هام هم نمیتونم پوشش بدم. به گزارش مرکز پژوهش های مجلس ایران، در 2 سال گذشته قیمت این کالای اساسی 2 برابر شده و همین باعث شده که شیوه خرید بسیاری از مردم عوض شود. مردم حالا به جای استفاده از مرغ و گوشت در غذایشان به فکر مواد غذایی جایگزین افتادند. من خودم قبلا اگه گوشت می‌خریدم خیلی غذاها رو با گوشت درست می‌کردم. الان سعی می‌کنم چند روز 1 بار به مقدار خیلی کم، اونم به خاطر طعم و مزه که عادت کردیم به غذاهای گوشتی توی غذا می‌ریزم. بیشتر سعی می‌کنم از سیب زمینی و
مواد گیاهی استفاده کنم کنار گوشت. البته خیلی ها اینم ندارن استفاده بکنن. نه تنها مواد پروتئینی بلکه برنج و روغن و شکر هم مصرفشان پایین آمده. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فشار بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی به کمترین دهک قشر متوسط وارد می شود. خودم یه خیر هستم که حدود 250 مدد جو زیر پوشش دارم. اگر من گوشت به اینها دادم در ماه دادم، اگر نه خودشون اصلا نمیتونن گوشت بخرن. مرغ نمیتونن الان مرغ گرون شده بخرن. روغن همینطور، بچه دارن، بچه که نمیتونه گیه که اینا نمیتونه، اینا میخوام اونا میخوام، نمیتونن که اینا برش بخرن. بچه ها روز به روز مریض میشن، خانواده ها مریض میشن. کرونا اومده از لحاظ بدنی و تغذیه ضعیف هستن. من نمیدونم کی میخواد به داده اینها برسه. واشنگتن دی سی، کاخ سفید، این آدرسشه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اخیراً گفته بود علت گرانی تحریم‌ها و فشار حداکثری آمریکاست. اما بسیاری از محافظه‌کاران از جمله محمد باقر قالیباف رئیس مجلس معتقدند که بی‌برنامگی و سوء مدیریت علت اصلی تورم و گرانی است. تصمیمات ما در حوزه مسکن، بورس، کالاهای اساسی، گمرک، سیاست‌های پولی و بانکی، نظام بودجه ریزی، اختصاص ارز ترجیحی، سوداگری در بازارهای ارز و طلا و خودرو، بی‌تفاوتی نسبت به گرانی‌ها و رها کردن بازار و بی‌توجهی به تولید ملی، به پاستور، بهارستان و باب همایون و میرداماد ارتباط دارد، نه به جورجیا و میشیگان و آروزینا. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در پاسخ به آقای قالیباف گفته که این نهاد تلاش زیادی برای کنترل تورم انجام داده و چشم به نتیجه انتخابات آمریکا ندارد. در 2 سال گذشته افزایش قیمت نان، گوشت و برنج و دیگر کالاهای اساسی به مشکل اصلی مردم تبدیل شده. منتقدان دولت از طیف محافظه‌کار حسن روحانی را متهم می‌کنند که برای بهبود اوضاع چشم به خارج دارد. دولت هم بارها وعده کنترل قیمت‌ها را داده و گفته که به دنبال راهکاری است. کاوه مشکات، بی بی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز پیام‌های توییتری به ظاهر متضادی منتشر کرد، در حالی که به نظر می‌رسد او برای اولین بار تلویحاً به پیروزی رقیب دموکراتش جو بایدن در انتخابات رئیس جمهوری اشاره کرده. در توییت‌های بعدی گفت که عقب نمی‌نشیند و منتظر نتیجه شکایت‌هایش می‌ماند. آقای ترامپ گفت که او پیروز خواهد شد. همزمان در واشنگتن گروهی از هواداران آقای ترامپ که دیروز در حمایت از او تجمع کرده بودند، با چپگرایان افراطی زد و خورد کردند. خشایار جانیدی همکارم از واشنگتن با ماست. خشایار، چه رمزگشایی میشه کرد از توییت‌های متعدد و تازه آقای ترامپ؟ صحبت‌هایی که آقای ترامپ امروز صبح در توییتر منتشر کرد تا حد زیادی در ابتدا باعث هم بهت بود، هم گیجی تحلیلگران و ناظران در شبکه‌های مختلف می‌دیدیم که سعی می‌کردن تعبیر کنن صحبت آقای ترامپ رو که چه بوده. در ابتدا در توییتر نوشت او برنده شد، اشاره به بایدن، چون در انتخابات تقلب شد، به هیچ ناظری را راه ندادند و آرا به وسیله یک شرکت خصوصی که در اختیار چپگرایان افراطی است به نام دومینیون گردآوری و شماره شد، شرکتی که بد سابقه است و تجهیزات بیکیفیتش برای استفاده در تگزاس مجوز نگرفت، برای همین در این ایالت با اختلاف پیروز شدیم. خیلی ها این رو به معنی این تلقی کردن که آقای ترامپ بخواد که پیروزی آقای بایدن رو بپذیره، اما حدود 1 ساعت بعد در توییتر این گونه نوشت که او فقط به نظر شبکه‌های خبری دروغگو پیروز شد. من چیزی را واگذار نکردم، به معنی اینکه شکست رو نپذیرفته. راهی طولانی در پیش رو داریم، در این انتخابات تقلب شده. در اصل آقای ترامپ امروز دوباره بر پیام قبلی خودش تاکید داشت که به گفته او در این انتخابات تقلب شده، آرای او رو به نفع آقای بایدن تغییر دادن، در یک جاهایی ناظران جمهوری خواه و ناظران کارزار او رو به پای صندوق‌های رأی برای شمارش راه ندادند. و این همزمان هست با اینکه آقای ترامپ شب گذشته هم اعلام کرد که رودی جولیانی، وکیل خصوصی او، عهده‌دار هدایت
فعالیت حقوقی کارزار او خواهد بود برای ارائه دعاوی حقوقی در دادگاه‌های ایالت‌های مختلف برای طرح این شکایت. البته ران کلین که رئیس دفتر آقای بایدن هست، اولین فردی هست که آقای بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب در یک پست کاخ سفید منصوب کرده، امروز در شبکه‌های تلویزیونی در مصاحبه‌هایی که داشت گفتش که اینکه آقای بایدن رئیس جمهور باشه یا نباشه، این رو رأی مردم مشخص خواهد کرد و ربطی به توییتر آقای ترامپ نخواهد داشت. ممنونم از خشایر جنیدی در واشنگتن. بزرگترین پیمان تجارت آزاد جهان امروز در یک نشست از راه دور به میزبانی ویتنام امضا شد. این توافق بین چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند و 10 کشور جنوب شرق آسیا است و امضا کنندگان در مجموع 30% اقتصاد جهان را در دست دارند. این پیمان که همکاری اقتصادی جامعه منطقه‌ای یا RCEP نام گرفته، بیشتر عوارض گمرکی صادرات و واردات و کالاهای بین این کشورها را حذف می‌کند. چین این پیمان را یک پیروزی مهم برای چند جانبه گرایی توصیف کرده. بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد. لحظه تاریخی پس از 8 سال شانه زنی. مراسمی که به دلیل شیوع جهانی ویروس کرونا به روشی نامتعارف برگزار شد. مقام‌های 15 کشور آسیا و اقیانوسیه یکی یکی از راه دور پیمان همکاری اقتصادی جامعه منطقه‌ای RCEP را امضا کردند. توافقنامه هم به صورت مجازی تحویل دبیر کل انجمن ملل آسیای جنوب شرقی آسئان داده شد. امضا کنندگان امیدوارند این پیمان به بازسازی اقتصادهای کرونا زده ایشان کمک کند. اقتصادهای منطقه و جهان نه فقط به خاطر کووید 19 بلکه به خاطر کاهش تجارت جهانی با چالش‌ها و موانع بزرگی مواجهند. به همین دلیل تکمیل مذاکرات RCEP، بزرگترین پیمان تجارت آزاد جهان، پیام مهمی درباره نقش آسئان در حمایت از سیستم تجارت چند جانبه، ایجاد یک ساختار بازرگانی جدید در منطقه، ایجاد امکان تجارت پایدار، ترمیم زنجیره‌های تأمین و کمک به بازسازی اقتصادی پس از همه‌گیری می‌فرستد. این توافقنامه بین چین، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند و 10 کشور عضو آسئان است. این کشورها تقریباً 1/3 جمعیت و اقتصاد جهان را در خود جا دادند. وقتی این توافق به اجرا در بیاد، بزرگترین منطقه تجارت آزاد دنیا را ایجاد می‌کند. چون هم کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه عضو این پیمانن، قابلیت رشد و توسعهش میتونه خیلی زیاد باشه. برخلاف نامش، پیمان همکاری اقتصادی جامعه منطقه‌ای چندان هم جامع نیست و بسیاری از حوزه‌ها از جمله محصولات کشاورزی و دامی را در بر نمیگیرد و برخلاف مثلا اتحادیه اروپا، قصدش همسانسازی قوانین کار و استانداردهای زیست محیطی این کشورها نیست. با وجود این پیمان میتواند نفوذ تجاری چین را در منطقه جنوب شرق آسیا تقویت کند، سلطه‌ای که حتی بعضی از امضا کنندگان این توافق را هم نگران کرده. من از اینکه تنظیمگری و مقررات چین در بعضی از حوزه‌ها جریان تجارت را مختل کرده شدیداً نگرانم. از همه طرف‌های RCEP می‌خوام که نه فقط متن توافقنامه بلکه روحش رو هم به اجرا بذارن و امیدوارم فضایی برای گفتگوهای اقتصادی ادامه‌دار بین همه طرف‌ها در منطقه فراهم کنه. یک غایب عمده این پیمان هند است که 1 سال پیش از مشارکت در آن انصراف داد، چرا که نگران بود باعث سرازیر شدن محصولات ارزان قیمت چین به بازارش شود. ولی بقیه اعضا امیدوارند دهلی تصمیمش را عوض کند. کشورهای آسئان در را همیشه برای هند باز نگه می‌دارند تا دوباره به فرایند این توافقنامه برگردد. بسیاری CREP را جایگزین چینی یک پیمان دیگر می‌دانند، پیمان تجاری اقیانوس آرام یا TPP که سال 2016 بین 7 کشور آسیا و اقیانوسیه و 5 کشور آمریکای شمالی و جنوبی امضا شد. ولی کمتر از 1 سال بعد دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا آن را ترک کرد. پاپس کشیدن آمریکا از ساختارهای بین‌المللی در چند سال گذشته شاید فرصتی شده برای چین تا مقررات تجارت جهانی را
به دلخواه خودش بازنویسی کند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. فدراسیون فوتبال ایران امیدوار است که در دادگاه جریمه فیفا علیه ایران در پرونده مارک ویلموت سرمربی سابقش را کم کند. آقای ویلموت که اهل بلژیک است، سال پیش دقیقاً در چنین روزی برای آخرین بار روی نیمکت تیم ملی ایران نشست. مسابقه حساس بین ایران و رقیب سنتیش عراق. در این مسابقه که به دلایل امنیتی در اردن برگزار شد، ایران 2-1 مغلوب عراق شد. پوریا جعفری تنها خبرنگار ایرانی حاضر در آن مسابقه با تکیه بر آرشیو تصاویر مرور کرده بر اتفاقهای آن روز تلخ برای فوتبال ایران. عراق هفته ها بود که در آتش اعتراضات سراسری می سوخت. اعتراضاتی که شهرهای بزرگش را ناامن کرده بود. اما فدراسیون فوتبال ایران مصر که بازی حساس انتخابی جام جهانی 2022 قطر مقابل این کشور در خاک عراق برگزار شد. در نهایت فیفا تشخیص داد که میزبانی را از عراق بگیرند و فقط چند روز مانده به تاریخ بازی اردن به عنوان محل مسابقه انتخاب شد. کشوری که بعد از سقوط صدام حسین خانه بسیاری از عراقی های ناراضی شده است. ایران مشکلات دیگری هم داشت که در آن زمان با پنهانکاری فدراسیون از نظرها دور ماند. حالا بعد از یک سال مشخص شده که مارک ویلموت سرمربی بلژیکی آن زمان قبل از این مسابقه درخواست فسخ قراردادش را کرده بود و فقط به دلیل بی‌مربی ماندن تیم در این مقطع حساس قبول کرد که برای این بازی یک بار دیگر روی نیمکت ایران بنشیند. ویلموت بدون کوچکترین اطلاعی از آمادگی جسمانی بازیکنان تیم و بدون اینکه حریف را در نظر گرفته باشد راهی اردن شده بود. تمام مواد لازم برای تهیه یک شکست از پیش تعیین شده آماده بودند. انگیزه بالای عراق برای پیروزی، برنامه‌ریزی به شدت ضعیف ایران و استادیومی کوچک که با 12,000 عراقی به یک دیگ جوشان تبدیل شد. مسابقه حساس که تا آخرین دقیقه 1-1 دنبال می شد. اما انگار تقدیر این بود که عراقی ها 3 امتیاز بازی را بگیرند. با 1 گل دقیقه 90 که هواداران فوتبال این کشور از عمان تا بغداد را به آسمان فرستاد. پوریا جعفری، بی بی سی. آنا میکا یک دختر 13 ساله هندی است که بعد از تعطیلی مدرسه های هند به خاطر کرونا خودش یک کلاس درس را انداخته. یک سوم دانش آموزان جهان در قرنطینه به آموزش از راه دور دسترسی نداشتند و در نقاط روستایی هند فقط 4% خانوارها به اینترنت دسترسی دارند. برآورد شده که در جهان 24 میلیون دانش آموز امسال ترک تحصیل کنند و آنا میکا امیدوار است که با این ابتکار تحصیل دانش آموزان محله خودش ادامه پیدا کند. اسم من آنامیکاست. 13 سال دارم ولی اینجا معلمم. من در خانه تلفن یا تلویزیون برای آموزش آنلاین ندارم. بچه های محله ما هم ندارند. برای همین این کلاس رو به راه انداختم. 13 نفر اینجا درس میخونن به زبان تامیل. وقتی میخوان به تحصیل در رده های بالاتر ادامه بدن، زبان نباید مانعی براشون باشه. من به عنوان زبان اضافه آلمانی خونده بودم، برای همین آلمانی درس میدم به اضافه مالایالام، انگلیسی، هندی و ریاضی. من اینجا ریاضی، کار دستی و نقاشی یاد میگیرم. این کلاس به من کمک میکنه از مدرسه عقب نیفتم. دستخط من حالا بهتر شده. اون حتی به ما یه جدول زمانی برای دنبال کردن درس‌های مختلف داد. خیلی خوشحالم که میتونم در این کلاس شرکت کنم. سوپر آرکزا. بعضی روستاها کتابخانه و مرکز فرهنگی دارند.
انتظار دارم با کمک مردم محلی دولت به آموزش بچه‌ها اولویت بده. این قدم‌ها باعث میشه در آموزش به دلیل ویروس وقفه نیفته. یکی از بینندگان بی بی سی این ویدیو رو فرستاده که در اون یک خواننده دورگرد زن در کوچه های تهران ترانه بردی از یادم از دلکش و ویگن رو به زیبایی میخونه. خوانندگی زنان در ایران غیر قانونی است و بسیاری از زنان علاقمند به خوانندگی با مشکلات زیادی روبرو هستند که تا جایی که بعضی از اونها برای اینکه بتونن به کار مورد علاقه خودشون بپردازن مجبور شدند ایران رو ترک کنند. تا حالا خواننده دورگرد زن تو کوچه هامون نداشتی، حالا اومد. بنده خدا این شاخه های خوشگن دیده نمیشه. میتونید این برنامه 60 دقیقه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و همینطور روی کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.